انقلاب کبیر ثور افغانستان این کشور پر افتخار بعد از هزاران سال شکوه پارینه‌اش را باز یافت و بر جاده نورانی انقلاب راهی دیار خوشبختی ها گشت. این همه شکوه و جلال، این همه آبرو و حیثیت محصول زحمات مردی است که عمر شریف خود را وقف و آرمانهای خلق کرد. او بود که حزب زنجیرشکن دموکراتیک خلق افغانستان را بنیاد گذارد. او بود که اندیشه نوین را برای ملت ما برمغان آورد و او بود که با قماندهش انقلاب کبیر ثور آغاز و در کمترین مدت ممکن با تلفات بسیار کم به پیروزی رسید. این ابرمرد تاریخ، پیشوا و معلستان نور محمد ترکی، رئیس شورای انقلابی و صدراعظم افغانستان است که افتخار به پایان نصیبشان باد. بعد از پیروزی انقلاب کبیر ثور لازم بود تا اولین بیرق زحمتکشان کشور ما برافراشته شود. کمیته تشکیل شد تا امور برگزاری این مراسم را تنظیم کند. کمیته انقلابی در مدت بسیار کم با صرف مساعی وطن پرستانه سرتاسر مرکز و ولایات کشور را تا جایی که ممکن بود به اصطلاح آینه بندان کرد. در همه جا بیرقهای سرخ و شعارهای انقلابی به چشم میخورد. همه ملت ها در تاریخ خود روزهای پر افتخار دارند و همه ملت ها آن روزها را با تمام شکوه و جلال آن جشن میگیرند و این رسم دیرینه انسان هاست. روز برافراشتن بیرق کارگران و زحمتکشان وطن ما هم یکی از همان روزها بود و باید به شکل بسیار با عظمت و انقلابی آن برگزار میشد و به حق کمیته مسئول در برگزاری این روز زحمات زیادی را متحمل شده بود. شهر کابل برای پذیرایی روز 27 میزان 1357 شمسی، این نقطه چرخش طلایی تاریخ ما آماده می شد. روز 27 میزان سال 1357 شمسی، 19 اکتبر سال 1978 عیسوی، ساعت 8:30 صبح، نور محمد تراکی رئیس شورای انقلابی و صدراعظم، منشی عمومی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، برای برافراشتن بیرق سرخ و انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در محوطه شرقی خانه خلق، جایی که ترتیبات رسمی این مراسم با شکوه در آن برگزار شده بود، تشریف آورده و مراتب احترام گارد تشریفاتی را قبول فرمودند. کماندان قطعات تشریفاتی قطعات را به رهبر خلق افغانستان تقدیم کرد. رهبر ما قطعات تشریفاتی را معاینه فرمودند. در جناح راست جایگاه مخصوص میرمون ترکی، اعضای کمیته مرکزی و شورای انقلابی با خانمهایشان، معاون صدراعظم جمهوریت دموکراتیک مردم کوریا و کور دیپلماتیک مقیم کابل با خانمهایشان ایستاده بودند و با کفزدنهای ممتد رهبرمان را بدرقه میکردند. منشی عمومی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، رئیس شورای انقلابی صدراعظم جمهوری دموکراتیک افغانستان بیانیه ایشان را که در آن واحد در سرتاسر افغانستان توسط رادیو افغانستان پخش میشد ایراد کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. ویاړم چې د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د داسې خلکو بیرق پورته کوم چې دوی په دې هیواد کې د ژوندانه ټول مادي او معنوي وسایل تولیدوي او د ټولنې د نیکمرغۍ او سعادت لپاره هر اړخیزې هلې ځلې کوي. دا له برم او عظمته ډک سور بیرق د همده خلکو ستر او له ویاړه ډک سمبول دی. دې زیار ایستونکو خلکو د خپل پیاوړي ګوند د افغانستان د خلکو ډیموکراتیک ګوند په لارښوونه او په وسلوال پوځ کې د خپلو ننګیالو ګوندي او وطن پالونکو منصبدارانو او افرادو په میړانه او سرشندنه بیا هم د دې ویاړلي هیواد په تاریخ کې داسې انقلاب وکړ چې د هغه په نتیجه کې سیاسي قدرت له فیوډالانو او نورو استثمارګرانو څخه کارګرانو او بزګرانو او نورو زیار ایستونکو ته په لاس ورغلی. یعنی اوس موږ ویاړو چې دولت له استثمارګرو طبقو څخه استثمار کیدونکو طبقو ته په لاس ورغلی او د همدغو طبقو په لوړ نامه دا خلقی بیرغ چې د دوی خورا دروند سمبول دی اوچتوم. د افغانستان پیاوړي زیار ایستونکي خلک به په خورا میړانه او سرشندنه خپل دغه ملي او خلقي سور بیرغ تل اوچته وساتي او تر هغه لاندې به
د خپل هیواد استقلال د خاورې تمامیت او ناپیلتوب په کلکه خوندي کړي. د ګران افغانستان زیارستونکو خلکو چې تر دې ملي او خلقي سره بیرغ لاندې داسې ټولنه جوړه کړي چې په هغه کې ټول زیارستونکي له هر ډول سیاسي، اقتصادي او اجتماعي ظلم او فشار څخه خلاص وي او هر څوک د دې بشپړ واک ولري چې د خپل استعداد سره سم د خپلې ټولنې د ودانولو دپاره کار وکړي او ټولنه دوی ته د دوی د کار په اندازه ثمر ورکړي. د ګران افغانستان خلکو دې ته په کلکه ملا تړلې ده چې تر دې ملي او خلقي سره بیرغ لاندې د اقتصاد او کلتور له نظره فیوډالي او کمپرادوري نظام له منځه یوسي او پر ځای داسې نظام جوړ کړي چې په اجتماعي عدالت، یووالي او ورورۍ ولاړ وي او ټول هغه امکانات د تل دپاره له منځه یوسي چې ځینو لږو کسانو به د ډېرو کسانو د زیار ثمر خوړ او د ژمندانه هر ډول وسایل به د دوی په واک او اختیار کې وو. زموږ ګران وطنوالو ټینګ عزم کړی دی چې د خپلو خلکو تر دې ملي او خلقي سره بیرغ لاندې ټول هغه ناوړه عناصر په بېرحمۍ او په بې امانه توګه رسوا کړي چې دوی د اسلام مبین دین د ځاني او خپلو خارجي بادارانو د شومو اغراضو دپاره استعمالول غواړي او هڅه کوي چې زموږ سپېڅلي خلک وغولوي او د خپل خلقي دولت په ضد یې ولمسوي. متعاقبا رهبر ما به کنار پاهای بیرق تشریف آوردن. موزیک سرود ملی جمهوری دیموکراتیک افغانستان را برای اولین بار به شکل رسمی آن نواخت. سرود ملی ما بیرق سرخ و گلگون جمهوری دموکراتیک افغانستان با دستهای رهبر دورانساز ما نور محمد ترکی بر فراز خانه خلق به اهتزاز برآمد. در این لحظه یک دسته از سیارات جت و هلیکوپترها به منظور ادای احترام به رهبر شریف ما مؤسس حزب دموکراتیک خلق افغانستان رهبر انقلاب کبیر ثور با بیرق سرخ و انقلابی خلقهای ما در آسمان به پرواز برآمدند. همان جتهایی که روز هفتم ثور این قصر را که در آن هنگام دژ مستبدان بود در هم کوبید، ولی در آن روز بر رسم احترام از صدای خانه خلق عبور کردند و بدین ترتیب روز 27 میزان سال 1357 شمسی در تاریخ کشور ما جاودانه شد. در این وقت 21 فریتوب بر رسم احترام شلیک شد و یک دست از کودکان و جوانان ترانه خلق را سر دادند. همزمان با بلند شدن بیرق جمهوری دموکراتیک افغانستان در کابل، در سرتاسر کشور این بیرق سرخ و انقلابی یعنی اولین بیرق زحمتکشان افغانستان بعد از 5000 سال بر زمینه آبی آسمان کشور ما افراشته شد. سپس قطعات گارد تشریفاتی مراسم رسم گذشت را بجا آوردند. در این روز پرشکوه همه خلق ما در سرتاسر این کشور پهناور و کهنسال هورا کشیدند و شادمانه کفزدند. در آسمان کشور ما صدها و شاید هزارها بار نیز درفش قدرت افراشتند. بر تارک دشهای آسمانسا، بر شهرهای پیچیده در برج باره‌ها و بر قصرهای جهان ویران افسانه‌ساز. ولی در جاده 5000 ساله تاریخ میهن ما این نخستین بار است که پیشاهنگان فاتح زحمتشان و قهرمانان دلیر قوای مسلح خلق
به رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان به نمایندگی از مولدین زندگی ساز درفش گلگون و انقلابی را بر سینه کشور فاتح ما می افرازم. در پیشروی دروازه شرقی خانه خلق عده‌ای از وزرا، معین‌ها و صاحب منصبان قوای مسلح خلق همراه با دختران و جوانان مربوط به سازمان خلقی زنان و جوانان اتن باشکوه را براه انداخته بودند که دلها را به شور می‌انداخت و ارواح بینندگان را به شادی وامی داشت. با پیروزی انقلاب برگشت ناپذیر ثور همه چیز خلقی شد و همه چیز در راه خلق براه افتاد و همه چیز به خدمت خلق در آمد. در تحت بیرق پیروزمند و سرخروی جمهوری دموکراتیک افغانستان امکان ایجاد یک افغانستان سربلند، غنی، زیبا و نیرومند با وجود آمده است. خلق ما وظیفه دارد تا در این مرحله تاریخی که پیروزی مردم ما را بردشنان مردم ما میسر می سازد وظیفه سترگ خود را در برابر بشریت پیشرونده و طبقه کارگر بین المللی فراموش نکند. سوی افقهای روشن پیروزی که از غلبه قاطع و شکوهمند انقلاب ثور در آسمان تاریخ وطن ما پدید آمده است و پیش می رویم. زبان و قلم از وصف مارش با شکوه 27 میزان 1357 عاجز است. شکوه و جلال، شور و صمیمیت خلق، علاقه و رهبر، گرمی و شادی خلق، حالتی که اهتزاز بیرق سرخ و گلگون زحمتکشان افغانستان در دلها ایجاد می کرد، همه و همه از ظرفیت قلمها و زبانها بسیار بسیار زیادتر و بیشتر بود. این بیرق سرخ و انقلابی نخستین بیرق است که پس از قرنها و صدهای دراز نشانه و مهر کارگران، دهقانان و زحمتکشان کشور ما را بر سینه بر عظمتش حک کرده است. کارگران و زحمتکشان افغانستان، رژیمهای پلید و مستبد ضد خلقی از نام شما، از خود شما می ترسیدند، ولی جمهوری دموکراتیک افغانستان برخلاف آنها به شما می نازد، به شما اتکا می کند و برای شما تمامی تسهیلات لازمه را به وجود خواهد آورد. امروز ای خلقهای انقلابی افغانستان، هر کجا می نگرم نام تو را می بینم. رهبر ما، آموزگار قهرمان ما نور محمد تراکی، منشی عمومی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، رئیس شورای انقلابی و صدر اعظم، در حالی که لبخند پدرانه‌شان چون خورشید گرم بهاری بر دلها پرتوافشانی می‌کرد و احساسات رژه کنندگان با به حرکت در آوردن بیرق سرخ و شور دادن دست‌ها پاسخ می‌گفتند. در این روز پرشکوه و بینگی تاریخ عده‌ای زیادی از مردم با ویل‌ها و چکش‌ها، با لباس زحمتکشان، با پیراهن‌های سرخ و شعارهای سرخ، با خلق‌های سرخ، با آرزوهای سرخ و آینده‌نگری‌های سرخ در مراسم رسمی گذشت شرکت ورزیده بودند. میلیون‌ها سار که از آینده مسئول کشور ما خبر می‌داد، بر دوش جوانان و خلق‌های انقلابی ما حمل می‌شد. کوهستان شهر دروازه و آسمایی در عمر 900 میلیون ساله خود و کابل، این توبه ها و کابورای عهد باستان هرگز چنین مراسم را به یاد ندارد. قصه های این روز با عظمت، خواب ها و خاطرات جوانان آینده ما را رنگین خواهد ساخت و آنها را به عنوان یک نیروی محرک خلقی در راه فداکاری به خاطر میهن خلق خواهد نمود. بگذار تاریخ سربلنده که با انقلاب سترگ ثور آغاز شده است، با تأمین برادری، برابری و احترام انسان در برابر انسان
در جهت اهداف طبقه کارگر انکشاف نماید. شهدای انقلاب ثور غلبه طبقه کارگر را علیه ستمگران وحشی دودمان نادری در کشور ما تأمین کردند. بگذار با شهدای قهرمان انقلاب ثور پیمان ببندیم که خون لالگون ایشان مشعل راه نسل‌های آینده خواهد بود و ما را در راه پیشبرد اهداف انقلاب کبیر ثور کمک خواهد کرد. رهبر کبیر خلق افغانستان به یاد بود شهدای انقلاب کبیر ثور فرمان دادند که اسطوره یادگاری آنها تانک مبارزان را در برابر خانه خلق بر سطوح افتخار بگذارند. روز 27 میزان روز پر افتخار بود، روزی که مثل شعر سرخ بر صفحه زمین و زمان نقش می‌بندد، روزی که هر جاده از بیرقا و شعارهای سرخ به تکبیت‌های سرخ در سرتاسر کشور مبدل شده بود. در این روز بیمانند تاریخی زمین و زمان دیوارها و جاده‌ها، عمارت‌ها و درخت‌ها سرخ بودند. روز 27 میزان 1357 ما شاهد رسمی گذشت شکوهمندی بودیم که با جلال و جبروت خود در کنار حادثات نام‌آور دیگر تاریخ ثبت حافظه بشریت مترقی خواهد شد. محصلین پوهنتون کابل و شاگردان لیسه‌های مرکز حرکات گوناگون جیمناستیک را در این روز با شکوه به جا آوردند و به زیبایی این مراسم تاریخی افزودند. در پایان رژه بیمانند هموطنان ما، رؤسای کور دیپلماتیک مقیم کابل به حضور رهبر ما رئیس شورای انقلابی صدر اعظم، منشی عمومی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان نور محمد ترکی باریاب شده و مراتب تبریکاتشان را تقدیم کردند. این رژه بیمانند تاریخی در اطراف ساعت 4 عصر در میان شور و هلهله خلق ما به پایان رسید. بلند باد بیرق سرخ و انقلابی ما.